سلام دارم خدمت همه حاضرین در تالار، خدمت سرکار خانم شورای پاکروان عرض سلام و ادب دارم. نیک مطمئنم که صحبت کردن بعد از خانم شورای پاکروان برای من بقایت سخت و دشواره، ولی تلاش میکنم اون چیزی که در مضمون صحبت امشب در ذهنم ردیف کردم بتونم اون رو به اطلاع همه حاضرین در تالار برسونم. ولی پیشاپیش باید بگم، شاعر میگه چه مایه درد در تنت ریشه کرد وقتی که دیدی باد ویرانگر سر و خانه را شکسته است. این جدایی در طاقت من نیست، بگذار در خلوت خود بشکنم و گریه کنم. از همینجا از خانم شورای پاکروان دعوت میکنم به نمایندگی از مرکز فرهنگی اندیشه پاتوق کتاب اندیشه گوتنبرگ. هر اونگاه که فرصت کردن و میتونن به اسکاندیناوی بیان، اعلام آمادگی میکنیم که در شهر گوتنبرگ سوئد میزبان شما باشیم و شما و همکاران شما رو سخت در آغوش بفشوریم. هدیه هم که گفتید از پیش تهیه خواهیم کرد، به خدمت دوستان موزیسین شما هدیه خواهیم داشت. بسیار خوشحال میشم که شما رو در شهر گوتنبرگ سوئد میزبان باشم. همینجا هم میتونم بگم برای شهر استکهلم و مالمو هم میتونم این برنامه رو تدارک ببینم برای شما. اما به سرعت میگم، چیزی به پایان سال 1397 نمونده. از این رو نگاهی به مجموعه فقر موجود در جامعه در ورود به سال نو ما رو تا حدی با واقعیت‌های جامعه همراه میکنه تا چاره بیاندیشیم، بحثی که آقای رضای بدیعی بر سرش همواره تاکید داره. در ایران چهره فقر اون حد بدیهیه که هیچ اراده سیاسی برای کتمان فقر موجود به پیش صحنه نمیاد، یعنی جرأت نمیکنه بخواد بگه که من میام جلو و طرح و نقشه دارم. منظورم از آنانیه که در آپارات حاکمیت هستن، هرچند برای رفع اون اقدام عملی نمی کنن و نمی تونن هم بکنن. همه تا حدی حرفشو می زنن، به اینجا اونجا وقتی که پیش میاد گلو می درونن. الان می بینید که توی مجلس وقتی بحث بودجه بوده به چنگ و دندان اومدن، آدم رو بیاد سالهای 56 و فروریزش اون دیواره بزرگ در واقع دوران نکبت شاه می دازه. ولی در عمل اجتماعی هیچ طرح و نقشه و برنامه‌ای برای جلوگیری از پیشروی اونجی که ویرانش کردن ندارن. اجازه بدید خبری رو که چند ساعت پیش به دستم رسیده از کانال تلگرامی سندیکای هفت تپه به اطلاعتون برسونم، به گره بزنم حرفای خودم رو با حرفای خانم شورای پاکروان. جان اسماعیل بخشی در خطره. به گزارش خبر رسیده، امروز در حین ملاقات اسماعیل بخشی با خانوادهش، این کارگر زندانی بیهوش شده، به طوری که خانواده برای لحظاتی مرگ فرزندانشون رو در برابر چشم خود میبینن. باز اینکه عوامل امنیتی وی رو به هوش میارن، به جای اینکه این کارگر زندانی رو آزادش بکنن، به پزشک در واقع خودشون برسونن، ایشون رو مورد شماتت قرار میدن که چرا ظاهرا در ملاقات افتادی، از حال رفتی. خانواده به شدت نگران سلامت اسماعیل بخشیان. کارگران، جان اسماعیل در خطره. من چون مخاطبم فراتر از اون چیزی که بعدا قرار این ویدیو پخش بشه، همه شما حاضرین در این تالار هستید، با صدای بلند در هماوایی با اونایی که این خبر رو به ما رسوندن میگم جان اسماعیل در خطره. او به واسطه نمایندگی ما و پیگیری مطالبات برحق ما و همه کارگران هفت تپه امروز در زندانه. او به حمایت همه کارگران هفت تپه نیاز داره. بیاری اسماعیل و خانوادش بشتابیم. او بیاری جامعه بزرگ آزادی خواه و تحول طلب امروز ما در داخل و خارج کشور نیاز داره. بایستی برای آزادی فوری و فوتی او هر چی که از دست ما برمیاد اقدام بکنیم. این خبر رو افزون بکنم بر اون چی که از قول کانال در واقع تلگرامی هفته پر اومده. خانم فرزانه زیلایی، وکیل جسور و شجاع ایشون هم
ابراز نگرانی کرده و به صراحت نوشته که خانه از پایبست ویرانه. او مدعیه که، یعنی خانم فرزانه زیلایی، مدعیه که قوه قضاییه مستقل و قاضی مستقل از آرمانهایی که خمینی در اون روزگاران صحبتش رو به من می آورد و تو فرمان 8 ماه دهش ازش صحبت کرد و اون رو وصل کرد به این بند و اون بند قانون اساسی، توی مملکت ما امروز هیچ خبری نیست. ذاتاً خبری از در واقع قوه قضایی مستقل ما نداریم. این استقلال چیه که یک کارگر شاکی مأمورین وزارت اطلاعات، عالی ترین مقام امنیتی کشور رو در برابر افکار عمومی یک جامعه 80 میلیونی و جامعه بشریت آرمانخواه به مناظره طلبیده، عوض این که به دادش برسن اون رو دیگر بار میارن که بخوان اون طراحی سوخته رو به شکل دیگری، در واقع این بار در قله زنجیری دیگری افسار گسیخته تر به در واقع عرضه بدارن. همینجا اضافه بکنم امیر امیرقلی، یکی از فعالان در واقع گروهی که در اون سناریوی اولی منتصب شدن در پرونده اسماعیل بخشی، او رو که در زندان ایوین بوده امروز کشوندن آوردن توی شوش، میخوان این پرونده رو تکمیل بکنن. یعنی میخوام بگم که جمهوری اسلامی همه ی تلاشش اینه که بخواد این پرونده رو چاختر چاختر بکنه تا بر سر اون چیزی که امر دادخواهی اسمش رو میگذاره بتونه در واقع خودش رو خلاص بکنه. خانم فرزانه زیلایی با جسارت میگه موکلم به شدت زیر فشاره، به گونه‌ای که امروز در حضور اعضای خانوادهش بیهوش شده و طبق اظهارات اونها مرگ فرزندانش رو برای لحظاتی جلوی چشمان خودشون میبینن، خوشبختانه دوباره به هوش اومد. این صدا و این فریاد داره به همه ما این در واقع نوید رو میده که اگر قراره که دست و دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم، این جان و جنهای پرشماری که در زندانهای جمهوری اسلامی هستن هر آینه در مزان رودرویه. اما بیایم از حرکت امروز مادران و پدران ما گفتار امشبم رو صراحت بدم که فراخوان تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس، اون چوری که در روزهای پیش داده بودن، امروز پاسخ بزرگ و عظیمی دریافت کرد. روزگار بازنشستگان، این سربلندان و حق خواهان به جای آرامش با دویدن در پی حقوق نداشته خودشون داره میگذره. اینانی که توی جامعه ما به اندازه کافی از خودشون نیرو گذاشتن و امروز میبایستی استراحت بکنن، گذران زندگی خودشون در مقابل خانوادهشون، نوه‌هاشون، نبیره‌هاشون بگذرونن، مجبورن که بیان تو کف خیابون و فریاد بزنن که حق ما رو بدید و ما رو در واقع محروم نگردانید از چیزی که تحت عنوان سازمان تامین اجتماعیه و خود ما در طول بیش از 6 دهه پایگزارش بودیم، امروز اون رو به ثمن بخش در واقع حپولی نکنید. میخوام بگم که اون چه که تحت عنوان حرکت بازنشستگان فراخوانش اومده به اون حدی رسیده که فراتر از ظرفیت امضا کنندگان اون فراخوان هم خودشو تعریف کرده. اجازه بدید صراحت بدم، بخشی از بازنشستگان که خودشون رو در قالب اطلاعی شورای بازنشستگان نمیدیدن به صراحت آوردن که اگر قراره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب اون چیزی که در سال 86 صورت گرفته و امروز اساساً محلی از اعراب نداره اجرا نشه، ما دفعه دیگر کار دیگری خواهیم کرد، به شکل دیگری عمل میکنیم. اونا گفتن بیش از پیش به خاطر تحکیدشون بر اجرای کامل قانون و حضورشون در مراجع مختلف گاهن پاسخ نمیگیرن که چی بی حرمتی هم متوجه اونها میشه، به همین خاطر نماینده از جانب خودشون بر نمیگزینن، علی رغم اینکه متشکلن، علی رغم اینکه دارن تلاش میکنن تشکل مستقل خودشون رو به وجود بیارن، ولی قراره که حرف خودشون رو خودشون مستقیما بزنن. از این خبر شما رو میبرم به یک گزارش آماری که از زبان خودشون این روزها در اومده و به دست ما رسیده، مبتنی بر اینکه 14 مشکل حوزه عمومی اقتصاد ایران رو در بر گرفته. به گزارش
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهران 14 مشکل رو اشاره میکنه که کانال تلگرامی اردوی کار همه فرازفرودهای مربوط به این 14 مشکل رو طی یک نوشته‌ای به اطلاع افکار عمومی رسونده. حالا ببینید این مشکلات چیا هستن. 1. افزایش نرخ رشد نقدینگی. 2. افزایش بی سابقه بدهی بانک ها به بانک مرکزی. 3. رشد بدهی دولت به بانک ها. 4. تخصیص ناکارآمد تسهیلات بانکی. 5. عدم تعادل در ترازنامه بانک ها. 6. کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای. 7. افزایش هزینه و زمان مرتبط با فرایند واردات. 8. کاهش میزان صادرات کالای غیر نفتی. 9. افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار ثانویه و بازار آزاد. 10. تشدید شکاف درآمدی طبقاتی. 11. نبود اطمینان از دسترسی اقشار آسیب پذیر به اقلام اساسی مشمول دریافت یارانه ها. 12. شکل‌گیری رانت و فساد. 13. تشدید رشد ماهیانه تورم. 14. شدت گرفتن قاچاق کالاهای اساسی و سوخت به کشورهای همسایه. خب شما این 14 تا محوری که من به سرعت شمردم، میتونستم روی یک یک اینها فوکوس بکنم، مکس بکنم، توضیح بدم، به دلیل محدودیت وقت در مقابلتون یک لحظه جا بدید. ببینید که اگر این بخواد بر حیات کشوری که ما امروز به عنوان میهمان درش هستیم حادث بشه، اساساً چرخ کشور میگرده یا نه؟ معلوم نیست که اون چیزی که تحت عنوان ویرانه جامعه اسلامی اینها تراشیدن چگونه داره بر این چرخ مدار میگرده. حالا میخوام این رو به این فضا اضافه بکنم. افزایش فشارهای آمریکا از طریق گستردگی تحریم‌های اقتصادی رو اگر بخوایم به این مجموعه اضافه بکنیم، باید بپرسیم چشمنداز دوره‌ای که درش به سر میبریم چگونه و چه وظایفی در برابر ماست. اساسا وظایف بلافصل این دوره کدام ها هستن و ما چگونه میبایستی در قبال اونها از خودمون عکس العمل نشون بدیم. چون میبینم تو بحث دوستانی که پیش از من صحبت کردن این نکته گرهی بود. تو طول هفته گذشته و هفته های گذشته طیف سلطنت طلب یه نشستی رو راه انداختن که تبرزری توش بود، رضا پهلوی توش بود، ویکتوریا آزاد از سوئد توش بود، حیدری نامی توش بود و این آن دیگر. اینا ایران یاران رو به وجود آوردن که شبکه جدیدیه، سعی داره که گرایش های بزرگ جمهوری خواهان و سلطنت طلبان رو به چسب ناچسبی به هم بچسبونه. اونا امیدوارن که این ائتلاف رو بتونن پیش ببرن و آمریکا توش رو دیدی که فشارهاشو به ایرانی که تصویرش رو همه داریم گسترش داده. البته امروز که دارم با شما صحبت میکنم، متن واکنش حشمت الله تبرزدی منتشر در شماره هفتم ماهنامه بهار جاودانه من رو یک حدی از یک سو خوشحال کشوند، از سوی دیگر برحال موقعیت اون آدم رو هم توی جامعه برای افکار عمومی جامعه ما تعریف کرد و اون اینه که ایشون گفتن من پوزه دیکتاتور حاکم اون هم در زیر سرنیزه رو به خاک مالیدم، حالا میخواهن یک دیکتاتور جدید برای ما باستولید کنند. نخیر، ما طالب یک اعلی حضرت دیگر نیستیم. او اضافه میکنه این سناریویی رو که در تلویزیون های خارج کشور به نام او و نشست او با رضا پهلوی به نمایش درآوردن یک سناریوی ابتریه که خواستن که در واقع خرابش بکنن. او یادآور میشه اینکه من با رضای پهلوی گفتم مسئولیت پذیر باش و از زیر بار پاسخگویی فرار نکن حرف بدیه. مگه میشه یک نفر در یک مصاحبه از یک سو بگه که من نمیخوام در هیچ کاری دخالت بکنم، اما در همون زمان بره ققنوس رو اعلام بکنه؟ چون اینا این نشست رو گفتن ققنوس. هر هرازگاهی در واقع یه چیز جدیدی از خودشون در میاره. یه روزگار عقاب را انداخته بودن، میخواستن با هواپیما برن ایران نجات بدن، فرشگرد ایجاد کردن که بخوان یه جور دیگه نجات بدن، امروز هم ققنوس در آوردن که ظاهرا بخوان با پرواز ققنوس بپرن برن توی صحنه رودرویی های جامعه ما خودشون رو تعریف بکنن.
میگه که اقنوس اعلام بکنه و بگه که برای 50 سال آینده ایران در همه زمینه ها مطالعه و برنامه ریزی میکنه. کسی میتونه همچین کاری رو یه شبه بکنه؟ توی جلسه بشینی چه ازش در نهیدی، فردا بری تو خلوت خودت اقنوس اعلام بکنی و بگه که من برای 50 سال آینده، بابا این ایرانی رو که اینا به این ویرانی کشیدن 50 سال که هیچی، بای 300 سال نوری اونقدر خرابکاری کردن که اساسا کسی نمیتونه قدرت در واقع سازندگی رو بخواد سامان بده. مثلا اینکه یک نیروی بهینه‌ای به وسعت تمام جامعه ما، به قول رفیق عزیزم یدی بلدی به درستی اشاره کرد، هیچ فردی به تنهایی نمیتونه گرفتار بشه. ما امروز به قهرمان احتیاج نداریم. قهرمان اون سطح از نیروهای بلافاصل جامعه هستن که در امر رودرویی ها تو کف خیابان دارن خودشون تعریف میکنن. امثال اسماعیل بخشی هستن، امثال سپیده قلیان ها هستن، امثال اثر محمدی ها هستن و امثال بیشمارانی هستن تو پیکره رودرویی ها در خاوران های پرشمار ایران، به عنوان مادران، به عنوان پدران، به عنوان همسران، به عنوان فرزندان اونجا باختگان دارن خوش رو تعریف بکنن. نه یه آدمی که تو اتاق خلوت خودش بشینه بگه من قغنوسم و میتونم برم راه نجات جامعه رو بیارم. میخوام در واقع این سرفصل ها رو بگم توی حرف من و در بیارم که چه وظیفه سنگینی متوجه ماست. فشار آمریکا که زیاد بشه، من البته به این باور هستم، نیروهای ایرانی نزدیک به آمریکا رو زیر پوشش حمایتش بهتر میتونن کار بکنن. شاهدیم که با سخت‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی و شتابگیری روند فروپاشی، گرگا هم شاملشون تیزتر میشه. اگر نه این نمیشه که یکی از سوئد بپره بره بغل رضا پهلوی بشینه، اون یکی رو از ایران دعوت بکنن، اون یکی رو نمیدونم از فلان گوشه پاریس و آلمان و کانادا دعوت بکنن و بخوان که یه جمع مترجمون رو با سریش به هم بچسبونن. اینطوری نمیشه سر مردم رو یک بار دیگه کلا گذاشت. این نیروها هرچند که امروز تحرک بالایی دارن، پروژه همگرایی بین ستن طلبان و جمهوری خواهان رو اینجا اونجا کلید زدن، ممکنه که همه این تحرکات به جایی نرسه که به باور من نمیرسه، اما افت و خیزا رو ما نبایستی نادیده بگیریم. به چه معنا؟ بدین معنا که سر مردمان ما رو کلاه بذاره. اون تیکه‌ای که شما از خود پهلوی پخش کردید، یعنی شخص شاه پخش کردید، اون موقعی گفت که من صدای پای انقلاب شما رسیدم شنیدم، واقعا خیلی دیر شده بود، توی آبان ماه بود. خب دیدید که توی 26 دی چمدان خودش رو جمع کرد، فرار رو برقرار ترجیح داد. و اساسا این شاهیه که همیشه در لحظاتی که لحظات میگن بزنگاه ها بوده، میباید پاسخ میگفت، چمدانش رو میبست برد، همونطوری که ما دیدیم در بعد 30 تیر برد و بعد قبل 28 مرداد 32 هم رفت و دیگر بار او رو کشوندن آوردن. اینا میخوام بگم اینا فضاهایی که جامعه ما به نوعی پشت سر داشته و امروزه اگر کسانی بخوان اون سناریو رو در واقع بخوان به زحم خودش رو تکرار بکنن، میگن که این ممه رو لولو برد. آخوندها دائم چنگ دندون نشون میدن، تهدید میکنن که آمریکا کوتاه نیاد، ما اعلام میکنیم بلند میکنیم، ولی واقعیت مسئله اینه که بخوان سفره مردم رو، سفره خالی و نداشته مردم رو پر بکنن، مثل خر تو گل موندن. چرا این حرف میزنم؟ امروز مثل به روال همه سالهای کتاب امروز پشت سر گذاشتیم، وقتی تو کوریدورها و سالن‌های دربسته تحت عنوان نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان خود برگزیده شورای عالی کار میخوان بشینن، نرخ دستمزد برای جامعه 40 میلیونی کارگران ما تعیین بکنن، اولا موندن توش. چرا؟ به دلیل اینکه بودجه‌ای که آقای حسن روحانی تقدیم مجلس کرده، اونجا افزایش حقوق رو بین 20% برای کارکنان جامعه تنظیم کرده. آنگاه که خود این آدم ها از تورم بین بالای 40% صحبت میارن، حالا در واقع اقتصاددان های مستقل و چپ و سوسیالیست و جامعه ما از تورم بالای 50% صحبت میکنن و برانن که برای سال پیش روی این تورم بالاتر و بالاتر خواهد رفت. تو میتونی توی یه جامعه در برابر وجود تورم 50% افزایش حقوق 20% رو تعیین بکنی؟ البته نمیتونن بالاتر از این تعیین بکنن، من که چیزی نمونده. دولت جمهوری اسلامی از زمان احمدی نژاد بزرگترین بدهکار
به سازمان تأمین اجتماعی بوده و به همین خاطر او رو به ثمن بخص واگذار کرده به سعید مرتضوی که امروز در زندان دولت روحانیه و سعید مرتضوی او رو واگذار کرده به بابک زنجانی که او هم در زندان همین نظامه. آیا بعد از گذاشتن این همه دادگاه و نشست و برخاست تونستن یک دلار از مجموعه اون دزدی ها رو بشونن بیارن دو صندوق خودشون؟ نتونستن. چرا؟ برای اینکه تا خرخره خودشون درگیر این سطح از دزدی ها بودن، همشون از بالا تا پایین، از سر تا زیر. بنابراین وقتی که اینه، وقتی که فساد به این سطح رسیده، طبیعیه که نتونن برای نرخ دستمزد به توافق بیان. به طوری که یکی از کارگزاران شورای عالی کار که جنس خودشونه به نام ناصر چمنی اعلام داشته که هیچ تعهدی نیست که ما تا پایان ماه اسفند بتونیم سر نرخ دستمزد به توافق برسیم. میره به طرف سال 98. اینجا هم سر طبقه کارگر توده رنج کار جامعه ما به کلا میمونه، سفرش همچنان خالی خالی تر میمونه. حالا چاره کار چیه؟ ما مثل آخونده بشینیم هی موعظه بکنیم، منبر بریم بخواییم مردم رو بگریونیم؟ نه، مایی که در پشت صحنه ایم و صدای فریاد هر لحظه اونچه که در جاه جای کشور در تمامیت جغرافیای ما میذاریم میشنویم، نمیبایستی در مقابل اونها ساکت باشیم. یکایی که ما وظیفه مندیم که صدای بی صدایان همه اونها باشیم که نه رادیو دارن، نه تلویزیون دارن، نه روزنامه دارن و نه تشکل مستقل. ما بایستی پیشواک صدای اونها باشیم. وظیفه یکایی که ماست صرف نظر از هر حد دوری و نزدیکی با اون آوازهایی که در جغرافی ایران شنیده میشه، اینجا بلندگوی اونها باشیم، صدای اونها باشیم، صدای اونها رو ببریم درون احزاب و سازمان ها و مجامع بین المللی و اتحادیه ها و بگیم که آقا اینا جمهوری اسلامی که خودشو با میثاق سازمان جهانی کار همراه کرده و زیر همه اون میثاق ها رو خط کشیده، بگیم آقا اینا به هیچ بند از اون میثاق ها پایبند نیستن. نمیتونه پایبند باشه اسماعیل بخشی رو به مرگ بکشونه، بلایی که بر سر ستاره بهشتی آوردن، بلایی که بر سر بیچمارانی آوردن که اونها رو به مرگ کشوندن، افشین رو سان رو آوردن و دیگران و دیگران. من الان در واقع توی یک وضعیت این قانون پاکروان من قرار داده که اصلا حافظم در ادا کردن اسامی اینها کنترل شده، ولی حفظم این اسامی رو، کار کردم روشون تو این سالها. میخوام بگم اون سطح از جنایتی که دارن توی جامعه میکنن ما رو به عنوان آدمایی که رسالت انسانی در ما معنا پیدا میکنه وظیفه مند میکنه و ما میبایستی امروز بیش از هر موقع این سطح از نشست و برخاستایی که به نام مردم ایران ولی به دروغ در پیوند با سرمایه جهانی داره شکل میگیره رو قویا محکوم بکنیم، قویا افشاش بکنیم، قویا این بیچارگان رو بیچاره تر بکنیم و همواره از مبارزات واقعا موجود جامعه ما دفاع بکنیم، از مبارزات کارگران، از مبارزات دانشجویان، از مبارزات بازنشستگان، از مبارزاتی که هر لحظه تو کف خیابان‌های ایران توسط دست فروشان داره صورت میگیره و جمهوری اسلامی اونها رو سرکوب میکنه، از مبارزات اقلیت‌های ملی، از مبارزات نیروهای مذهبی، اما از بهایی و نمیدونم دراویش و غیر ذالک، قویهن و قویهن پشتیبانی و حمایت بکنیم و این پشتیبانی و حمایت جز به وظایف تخطی ناپذیر ما باید باشه. ما همه میبایستی فریادی چون فریاد شعله پاکروان باشیم، بایستی به دادخواهی یکایی که اونهایی بر بیاییم که در بیشمار خاورانهای ایران از پس دو کشتار بزرگ تاریخی و فراموش نشدنی 60 و 67 به پهنه جغرافیای ایران رسیده، از همه اونها بتونیم دفاع کنیم. نگیم که من از امیر جواهری خوشم نمیاد، او
نمیدونم آوازه ذهنش با فلان گروه تعریف میشه، من باید برم اون ور وایستم. یا با رضای بدی فاصله دارم، تالار رو ترک بکنم برم خودم اونور تشکیلات خودم رو سازمان بدم. ما بایستی هم کلید بخوریم و بتونیم در کنار دیگر جا بگیریم بر سر حد اقل هایی که ما رو نسبت به هم تعریف میکنه زبانی واحد پیدا بکنیم. این کار از ما برمیاد و ما در قبال تاریخی که پیش روی ماست مسئولیم و مسئولیت هیچگاه از سر ما رفت نمیشه. اگر با افکار عمومی جامعه داریم صحبت میکنیم، بگیم ما تو پروسه گذار یک حدی ما رو نسبت به هم تعریف میکنه و تو این حد نمیشه همه چیز رو با هم قاطی کرد. اینا دارن یک بار دیگه بر سر انتخاب مردم تو چشمان مردمان جامعه ما خاک میباشن. اینو بایستی به شکل روشن به مردم گفت. من حرف من اینه، عرض من به شما اینی که این دو مرحله رو من میپذیرم، به درستی هم تفکیک میکنم، ولی اونهایی که توی همین مرحله دو پله دارن بازی میکنن، اینو بایستی صراحت بدیم و به اینا بگیم آقا نمیشه. نمیشه هم باشه احترام برای ایران آرزوی دموکراسی کرد، هم از اون طرف اومد با اکس نشست یا با ایری نشست. این واقعیت ها رو بایستی آدم بدون هیچ گونه اگر امایی به افکار عمومی جامعه بدیم. اجازه بدید آقای جواهری، چون من فکر میکنم ما خیلی خیلی اختلاف نداریم. اتفاقا اگر ما بتونیم قبل از فروپاشی یک سری نقاط مشترک خودمون رو پیدا کنیم، ولی نقاط مشترک رو برای همکاری عرض میکنم، توجه بفرمایید، من یا شما یا هیچ کسی دیگه هر دموکراسی خواهی تو این شرایط نمیتونه بگه آقا تو کار نکن. این که شکی درش نیست. شما هم هیچ کس نمیگه هیچ کدوم ما همونجوری که ما همه داوطلبانه داریم کار میکنیم. منظورم اینه که یه بخشی هست که همکاری اسمشه. همکاری کاملا درست میفرمایید، همکاری با جریاناتی شما میکنید که همسو باشید. یعنی اول به اصطلاح برادری رو ثابت کن دیگه که بتونی بعد طلب ارث میراث کنی. اصل قضیه اینه که بپذیریم ما یک جنگ نابرابر طبقاتی بر حیات جامعه ما مستولیه و ما برای زده دادن این جنگ یک وظیفه ای رو دوش ماست. اون وظایف چی هست؟ اینو باید بشماریم. اگر زبان توافق خیلی راحت آدم میتونه گام بذاره، اگر نبود که نبود. در حال حاضر ما خودمون رو دموکراسی خواه معرفی میکنیم، دموکراسی خواهی که به طور واقعی زندگی سیاسیش، زندگی عملیش، تاریخش و در حال حاضر فعالیتش نشون داده که امر دموکراسی رو امر داخلی ایران میدونه و هیچ گونه دخالت خارجی رو هیچ ترتیبی به اصطلاح قائل بهش نیست. یعنی و ضمناً امر در واقع این اصول این اصول دموکراسی خواهانه. حالا حرفتون من توی یه جلسه ای در همین تالار عرض کردم خدمت شما، دموکراسی از جنسی نیست که او رو بذارم توی سینی بیارم در خونه ما رو بزنم بگم آقا براتون آوردیم. توی جامعه ما داریم زندگی میکنیم، برای تحقق دموکراسی 300 سال جنگیدن این مردم از امروز برای متحقق کردن هر سطح جامعه توی دموکراسی توی جامعه ما مبارزه کرد. مبارزه هم به قول شما یک وسیله نداره، یک راه نداره، تنها تفنگ نیست، تنها شمشیر نیست، بی نهایت اشکاله. بایستی ولی اینطوری نمیارن بگیم ما دموکراسی دموکراسی همه امروز همه دموکرات شدن. بله عرض میکنم زندگی ناقلاترین آدم ها، ناچسترین آدم ها پشت دموکراسی خودشون رو جا دادن و خودشون دموکرات میدونن. به چلونی از این چی داره نمیاد. خب عرض میکنم فعلا در حال حاضر وظیفه اصلی ما ایجاد یعنی سامان دادن جنبش دموکراتیک است و در واقع همراهی باید به همیاری و همیاری باید به همکاری و این سه تا مرحله رو نمیشه اصلا از هم جدا. من معتقدم که از طریق اتحاد رسانه‌های خرد و شکل دادن به یک همپوشانی بزرگ رسانه‌ای که اتاق شما یک وسیله هست و بیشمار وسایل آدم در کنار دیگر جا بده، میتونه افکار عمومی جامعه رو و براش بتراشه و نذاره که یک بار دیگر گول بخوره. من تاکیدم اینه. من واژه گول خوردن رو یکی دیگه از دوستان به کار برد. نه فریبی در کار نبود. اگر فریبی بود اونا خودشون رو داشتن فریبی دادن.
یعنی شعور کمی داشتن و فکر کردن که میتونن بر این ملتی که سالهای سال برای آزادی و عدالت مبارزه کرده با اون خیمه شب‌بازی اسلامی کردن و نمیدونم قصه از این مستضعف‌بازی و دموکراسی پوچ احمقانه ای که به اصطلاح ارائه داده بودن بتونن این نتیجهش ببینید دیگه. شعله عزیز هست اینجا این نتیجه ما فریب نخوردیم آقای جواهری، اشتباه نشه، ما دچار کودتا شدیم، کودتای همینطور که کودتای محمد علی من که انکار نمیکنم. من یه بحث انقلاب باشه خیلی راحت میتونم اونجا نکته نظرات ما بگم که چی کردیم، چی شد، چی بر سر ما اومد. من دارم اینو میگم، داریم امروز ما با یه شتاب هولناک توی یک گردنه های خطرناکی در جاده باریک در رقابتی بین مرگ و زندگی حرکت میکنیم. باید مواظب باشیم کجا وایستادیم، متحدین ما کیا هستن و چگونه میبایستی اون رسالت تاریخی رو یک بار دیگه به اثبات برسونیم. سر البته به ما قطع نخواهد داد متعلق شدن دموکراسی، به من که چی، به فرزندان ما هم قطع نخواهد داد. ولی نه اصلا بدبین نباشید، البته اصلا بدبینی نیست، بس اینست که با خودمون تعارف نکنیم واقعیت مسئله اینه که نمیخواد بحث من شما دو نفره بشه، البته با هم صحبت خواهیم کرد و صحبت ها رو پخش خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه این فرصت داده شد که من بتونم این حرفا رو با شما تقسیم بکنم.